تازه ترین گزارش مرکز آمار رژیم گویای این بوده که 21 استان ایران در مهر ماه امسال نرخ تورمشون بالای 45% بوده و از بین این استانها نرخ تورم در 9 استان هم بالای 50% بوده. همراه میشیم با پروفسور محمد حسین تسوجی تا کمی به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خیلی خوش آمدید. اجازه بدید که من هم خدمت شما و تمام هموطنان عزیزی که با ما هستن درود بفرستم و سپاسگزار باشم از وقتی که به من دادید. بله آقای تسوجی، به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم ارزیابیتون در مورد این گزارش اخیری که رژیم داده در مورد تورم سالانه 9 استان بالای 50% چی هست؟ در جواب این سوال باید بگم همون که فرمودید، این تورم در تمام ایران الان هست و جالبم این هست که خود خامنه‌ای در سخنرانی اول سالش امسال رو سال مبارزه با تورم عنوان کرده بود، ولی دیدیم که باز تورم نه تنها کمتر شده بلکه به نظر من بیشتر هم شده، چون اگه واقعا دقت کنید میگن الان تورم در اکثر استان‌ها 45%، 49%، 50%، ولی به نظر من بالاتر از اینا هم هست. نکته که قابل توجه اینه که متاسفانه در استانهایی که کم درآمدتر هستن مردم تهیدست‌ترن تورم بالاتره، و اینکه این آماری که اینها میدن همونجوری گفتیم چون مبنای سالی رو که اینا تورم رو بر مبنای اون به اصطلاح تخمین میزنن یا محاسبه میکنن به سال 1395 اینا بردن، یعنی سالی که قبلا هم در صحبت‌های قبلی توضیح داده بودم که این خودش نه اینکه اون سال تورم داشته نسبت تورم بالاتر میاد، ولی واقعا باید آدم نگاه کنه که در ظرف این 40 ساله اینها این مسئله ایران رو، اقتصاد ایران رو جز 5 تا کشور دارای بالاترین تورم پیاپی تبدیل کردن. تورم 50%، 60%، 80% در قسمت مسکن که خیلی بیشتر از اون در قسمت لوازم لوکس، اتومبیل، غیره همینطوره. الان مثلا شما، من اونجور که شنیدم قیمت تخم مرغ در ایران یه چیزی مثلا اگه بخواید یک شونه تخم مرغ بخرید 225 هزار تومان، یعنی دونه در حدود مثلا 5000 تومان یا همچین قیمتایی میشه. البته جای دیگه هم میگن یه ذره کمتره، ولی قیمتا روز به روز عوض میشه. دلیل اصلیش هم اینها چاپ بدون پشتوانه اسکناس، اینو بارها گفتیم، اونجوری که بانک مرکزی توضیح میداده یا آماری که اطلاع دادن در 6 ماه اول دولت رئیسی نتونسته بیشتر از 30% منابع بودجهشو تامین بکنه، کسیشو با چاپ پول از بانک‌ها قرض میکنن، بانک مرکزی مجبوره که به اصطلاح پول بدون پشتوانه چاپ کنه. درسته که میبینید الان نفت رو به صورت قاچاق میفروشن، درآمد خوبی از نفت دارن تا اونجایی که خودشون میگن، حتی تا 2 میلیون باشه من شنیدم میفروشم، ولی متاسفانه این درآمدها هیچ وقت داخل کشور نمیاد، چون مسئله اینها اصلا مسئله مردم نیست، اینا ترجیح میدن مسئله دیگران رو در سوریه و غیره حل بکنن تا واقعا به فکر مردم ایران باشن. بله آقای تسوجی، بیشترین فشار اقتصادی الان روی مردم هست، تورم وقتی کمتر هم بوده سفره‌های مردم خالی شده و دیگه چیزی واقعا نمونده واسه بسیاری از اقشار جامعه ایران. فکر میکنین که این میزان از تورم چه پیامدهایی روی جامعه ایران خواهد داشته باشه؟ ببینید، وقتی که شما تورم اینجوری دارید و به این صورت اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنید، الان ارزش پول ایران تقریبا به صفر رسیده. وقتی که شما الان یه واحدی رو درست کردن به اسم همت 1000 میلیارد تومان، اسم در فرهنگمون قبلا نبود، الان یک همت 1000 میلیارد تومان یه چیزی همچنین که 20,000 دلاره. 20,000 دلار اگه شما مثلا در ایالات متحده امریکا که من حالا بیشتر اطلاعات دارم ببینید، مینیموم حقوق یک کارمند یا کارگر، یعنی یه پایین ترین چیز با مینیموم حقوق دارم میگم، یه چیزی نزدیک 40,000 دلار تا 45,000 دلار در ساله، یعنی دو همت، دو دام همت، و این واقعا نشون میده که پول ایران
چقدر بیارزش شده. خب پول بیارزش بشه دیگه مردم یا کشورهای دیگه یا بانک خارجی اعتبار نمیدن. این یه مسئله است، یعنی یک بسیار پیامد این همچی چیزی است. پیامد دوم اینه که ببینید به طور واقع طبقه تهیدست در ایران، طبقه فقیر، داره فقیرتر و فقیرتر و فقیرتر میشه. ما صحبت میکنیم تورم 50%، ولی واقعا درک نمیتونیم بکنیم که تاثیر این در طبقه تهیدست چیه. بذارید من یک مثال براتون بزنم. فکر کنید یک طبقه، یک فردی 200 واحد 200 دلار بگیریم درآمدشه در ماه یا هر چی، یه نفر که طبقه متوسطه بذاریم 1000 دلار، یعنی 5 برابر درآمدونه. خب فرض کنیم که مثلا 100 دلار کسی که تهی دسته برای مخارج ماهانش خرج میکنه. طبقه متوسط خب بگیم بیشتر میخوره، گوشت بیشتر میخوره فلان، فرض کنیم 3 برابر 300 دلار خرج میکنه. خب وقتی تورم 50% باشه، کسی که 100 دلار میداد باید 150 دلار بده. قبلا 100 دلار رو تقریبا 200 دلار تقسیم کنید، یه چیز نزدیک 50% درآمدش رو باید برای مواد خوراکی میداد. الان 150 رو در 200 تقسیم کنید 75% میشه. یعنی این نفر تهیدست باید 25% بیشتر از درآمدش رو خرج مایحتاجش بکنه. اون کسی که 1000 دلار در می آورد، فکر کنید 300 دلار خرج میکرد، 300 تقسیم بر 1000 میشه 30%. الان 50% بیشتر خرج میکنه، اونم میشه 450. 450 رو تقسیم بر 1000 بکنیم میشه 45%. 45% پولش الان میده، قبلا 30% میداد، الان 45%. پس اثر این روی کسی که طبقه متوسطه 15%، اثر همین 50% تورم، اثرش بر خانواده تهیدست یه چیزی نزدیک 25%. یعنی 15% تا 25%. اینه که این گونه تورم، چون میدونید دیگه این ما توی اون سیر چیز افتادیم که تورم میره بالا، حقوقا رو میبرن بالا، ولی هیچ وقت حقوقا رو به اندازه تورم که رفته بالا که نمیبرن بالا. و همونجوری که گفتم با این حسابا طبقه فقیر، طبقه کم درآمد هی فقیرتر و فقیرتر و فقیرتر میشه. و این واقعا آماری که البته خودشون میداد، میگفتن طبقه متوسط امسال از 60% رفته زیر 45%، ولی من اصلا فکر کنم در ایران طبقه متوسط اگه باشه 5 ماکسیمم 10%. و بار و به اصطلاح سنگینی این تورم که همش به خاطر سیاست های غلط، سیاست مافیایی، به اصطلاح چپاولی که این رژیم رئیسی و تمام این آقازاده ها و کلگونده های رژیم میکنن، از سفره مردم تهیدست و فقیر و طبقه متوسطه. و این واقعا جای اصطلاح تأسف داره که مردم شریف ایران باید در همچین شرایطی با این دجالا و دشمنای واقعا مردم ایران به سر ببرن. البته الان نهایه ما گفتیم راه حل، هیچ راه حل دیگه نیست غیر از مثلا حل برای حل مسئله اقتصادی، غیر از تغییر رژیم، یک مسئله کاملا سیاسی. و من فکر کنم دیگه کارت به جای استخون برسه، یعنی مردم به جایی برسن که حتی برای گرفت در آوردن نون خودشون یا قطعه نون دیگه به خیابونا برسن. کما اینکه قیمت نان را هم اینها گرم کردن به اصطلاح به دلایل واهی که میخوایم متناسب سازی بکنیم. متناسب سازی معادلش با گران کردن قیمت ها در این رژیم فاشیستی ضد ایران و ضد اسلام. بله، با تشکر از شما آقای تسوجی، ممنون از شما که امروز همراه ما بودید. باز هم من سپاسگزاری میکنم از فرصتی که به من دادید و شما و همه عزیزان رو به پروردگار یکتا میسپارم. پیروز باشید.